بهترین دوران زندگی زن دوران بعد از چهل سالگی دکتر زیتا آنت وبر مترجم مهدی قراچ داقی فصل هفت تنها شدن ناگهانی تمام تغییرات انقلابی هستند یکی از دوستان خوب من که ناگهان در چهل و چهار سالگی تنها شد می گفت دلش می خواهد به یک کتاب فروشی برود و بخواهد کتابی با عنوان مردانی که به اندازه کافی دوست ندارند به او بفروشند. میخواست این کتاب را برای شوهر سابقش بفرستد. بعد اضافه کرد نمیدانم تنها زنها هستند که ترک می و شتابان به یک کتاب فروشی می روند تا کتابی پیدا کنند تا به کمک آنها مشکلشان را برطرف سازند شوهرش او را ترک کرده بود تا با زن دیگری ازدواج کند و در این مورد به خصوص با زنی مسنتر از او اینکه خود را در هر سن و سالی تنها بیابید و می تواند به شدت پر استرس باشد اما استرس آن برای زنان میان سال بیشتر است زیرا خانمها در این دوران به این نتیجه می رسند که شانس پیدا کردن همسر برایشان کاهش می یابد و در مقایسه با دوران 23 سالگی خواهان کمتری دارند. در واقع ممکن است وضع اینگونه باشد یا نباشد. اما تصور و برداشت او ممکن است سبب شود که او فکر کند وضع از این قرار است. تنها بودن و تنها شدن برای زنان مختلف معنای متفاوتی دارد. بعضی ها وقتی دوباره تنها می شوند سراسیمه می شوند و در این میان جمعی نیز معتقدند که این ناگهان تنها شدن به آنها آزادی عمل بیشتری میدهد. این نقطه نظرهای ضد و نقیز ناشی از تجربه خاص ما در روابط ماست. اما داشتن شریک زندگی برای بسیاری از زنها خواسته مهمی است. به رقم تغییرات اجتماعی و اقتصادی بعضی از زنها می زوجه یا مادر باشند. و ترجیح می دهند که با کسی زندگی کنند. آنچه در ادامه مطلب میخوانید حکایت دو زنی است که بی مقدمه در دوران چهل سالگی ترک شده. این دو زن تحت تأثیر شرایط و بیان که خودشان انتخاب کرده باشند ترک شده. لوریندا درباره که دریافتی خود صحبت می کند. او از این عصبانی است که شوهرش شجاعت آن را نداشت تا مستقیما موضوع رفتنش را با او در میان بگذارد بعد از شک خشم و میل به انتقام نوبت به افسردگی او رسید. به تنها نکته ای که میتونستم فکر کنم این بود که تنها شدم. چه اتفاقی برام میافتاد؟ نمیخواستم تنها و مجرد باشم از اینکه فهمیدم حالا باید همه کارا رو خودم بکنم و از حمایت کسی برخوردار نباشم بسیار افسرده شدم. روحیم رو از دست دادم. من دوستان دختر چندانی ندارم. قبلا بیشترین اوقاتم را با پیتر می گذراندم. هرچند ما با هم زندگی نمی کردیم. لوریندا راه رسیدن به آزادی را رو پیش روی خود یافت و این زمانی بود که با رد شدن خود کنار آمد. شاید باید دوباره به این موضوع فکر می کرد که چگونه می تواند معاشری برای خود پیدا کند. معاشرت با دوستان از جنس خودش می توانست جوابی برای او باشد. آزاد و رها شدن ذهن بعضی ها را پر می کند. لیست زن 44 ساله بعد از 20 سال زندگی مشترک تنها شد. بعد از تحمل شک اولیه او گفت بخشی از وجودش را که فکر می کرد از دست داده است دوباره یافته است. برای او آزادی زمانی فراهم شد که خودش را تنها یافت اما این ذهنیت بلا فاصله به سراغش نیامد. تا زمانی که دوباره مجارد نشدم به خودم نیومدم. وقتی در شرایط زندگی زناشویی به سر می بردم با هیچ مرد دیگری دوستی و سر کار نداشتم زیرا به قول و تعهد خودم باور فراوان داشتم. حالا هم باید مطابق سن و سالم رفتار کنم. اما حالا از اطمینان خاطری برخوردارم که ده سال قبل از آن برخوردار نبودم. حالا میخوام به خواسته هایم برسم. حالا میخوام به آن چه شایسته آنم دست پیدا کنم. تنها شدن بعد از سالها اتکا به یک رابطه می تواند بدین معنا باشد که به منابع درونی خود مراجعه کنید. از این منابع کمک بگیرید تا به رابطه دیگری دست پیدا کنید. اما توجه داشته باشید که به عجله کاری صورت ندهید. تنها شدن می تواند هدیه غیر باشد. چگونه می توانید از منابع درونی خود استفاده کنید و از این تنها شدن بیشترین بهره برداری را کنید؟ اقداماتی که در زیر توضیح داده ایم برای کمک به شما طراحی شدن. اینها راهکارها و مهارت هستند که می توانید با تنها شدن خود کنار بیایید. اقدام برای نیرو گرفتن. یک آنچه را که اتفاق افتاده است بپذیرید. در شروع وقتی خود را تنها میابید با اندیشه هایی از قبیل چه میشه اگر و اگر تنها خودتان را رنج می دهید. حتی آرزو می کنید که ای کاش کار متفاوتی صورت داده بودید و یا اصولا کاری نمی کردید. تنها در صورت این رنج و درد را تحمل کردن عاقلانه است که از آن درسی بیاموزید. وقتی از تجربه خود درسی می آموزید می توانید گذشته را پشت سر رها کنید. مرور کردن و پشت سر هم تکرار کردن گذشته ها کاری برای شما صورت نمی دهد. دو، با شرایط موجود کنار بیایید. همه تلاش خود را بکنید تا این مرحله از زندگی خود را به سلامت پشت سر بگذارید. هر زنی نسبت به فروپاشی ازدواجش به واکنش نشان می دهد. اما شما تنها کسی نیستید که با این موقعیت مواجه می شوید. اگر بتوانید با دوستانتان و یا با یک مشاور درمانگر در این خصوص صحبت کنید به خودتان کمک کرده اید. احساسات خود را در بطری نکنید. به دنبال راه حل های سریع مانند پناه بردن به الکل، قرص های آرام بخش و یا قرص های ضد افسردگی نروید. تأثیر این داروها همه کوتاه مدت است. باید مهارت کنار آمدن با این مشکل را بیاموزید. 3. به آینده نزدیک خود فکر کنید. به این فکر نکنید که چه شد و چه اتفاقی افتاد. به جای آن به این نکته توجه کنید که در آینده نزدیک می خواهید چه کنید؟ شرایط مالی شما چگونه خواهد بود؟ آیا راهی هست که بتوانید آن را بهتر کنید؟ اگر فرزندانی دارید که با شما زندگی می کنند چه می توانید بکنید که وقتی شما در خانه نیستید از آنها به اندازه کافی مراقبت شود؟ سعی کنید اوقات خود را به طرزی مثبت و خوشایند پشت سر بگذارید. به آینده بلند مدت فکر کنید. اغلب تصمیم گیری در این باره که برای آینده دور خود چه می خواهید دشوار است. اما پس از آن که درباره شرایط فعلی و آینده نزدیک خود فکر کردید، زمان آن می رسد که به آینده بلند مدت خود بیاندیشید. آیا برنامه و هدف و آرزویی دارید که می خواهید آن را برآورده سازید؟ آیا فکر می کنید بخواهید از این خانه که در آن هستید به خانه دیگری نقل مکان کنید؟ وقتی رابطه ای در هم فرو می پاشد، به لحاظ احساسی و عاطفی با مشکلاتی روبرو می گردیم اما درست نیست اگر حساب نشده و شتاب زده درگیر رابطه دیگری بشوید. باید امکانات خود را وارسی کنید. از این رو به اندیشه و احساس خود نگاه دقیقی بیاندازید. از تمرینی که در ادامه مطلب آمده به سود خود استفاده کنید. تمرین من چه می خواهم؟ بسیار خوب. حالا شما آمادگی آن را پیدا کرده اید که به لحاظ احساسی و عاطفی حرکتی صورت دهید. آیا می دانید که چه می خواهید؟ آیا می دانید واقعا چه می خواهید؟ آیا می دانید از یک رابطه چه انتظاری دارید؟ این علم و اطلاع می تواند بسیار رهایی بخش باشد. البته نمی توانید از هیچ رابطه انتظار داشته باشید که همه چیز را به شما بدهد. اما باید میان آنچه می و آنچه رابطه زناشوییتان می تواند به شما بدهد همخانی وجود داشته باشد. شجاع و صادق باشید. من چه می خواهم؟ یک همدم، دو کسی که تنهایی مرا پر کند، سه صحبت جنسی چهار کسی را که دوستش بدارم پنج کسی را که به خاطرش فخر بفروشم شش کسی را که به او اعتماد کنم هفت کسی را که رنج ناشی از فروپاشی ازدواجم را مرهم بگذارد هشت کسی را که کاری می کند من به خود احساس خوبی داشته باشم نه کسی را که مرا دوست داشته باشد ده کسی را که برای یک تعهد بلند مدت آماده باشد ممکن است بخواهید خواسته های خود را اولویت بندی کنید. ممکن است هشت مورد از ده مورد فوق را علامت بزنید. چگونه می خواهید این اولویت بندی را انجام بدهید؟ این کار را بکنید. ممکن است از صفحه آن شگفت زده شوید. و سرانجام اینکه انجام دادن کارهای مثبت برای خود برایندی التیام بخش است. مراقبت کردن از خود و توجه داشتن به خیشتن مهم است. حتی گاهی اوقات خرید اقلامی مانند شمهای عطری و فراهم آوردن فضای آرام بخش برای خود التیام می بخشد. اعتماد کردن به دوستان التیام بخش است. بنابراین برای خود زنی پیدا کنید که بتوانید به او اعتماد کنید. بیاموزید کارهای مثبتی صورت دهید که التیام بخش باشد. به نکات زیر توجه کنید. می توانید از خودتان مطالبی بر این فهرست اضافه کنید. ده کار مثبتی که می توانید انجام دهید. یک کاری کنید که همه روزه به شما لذت و نشاط بدهد. این کاری است که در اولویت اول قرار دارد. زیرا روی عزت نفس شما تأثیر مطلوب بر جای می گذارد. می توانید به عضلات صورت خود استراحت و آرامش دهید. می توانید از برنامه های ماساژ استفاده کنید. 2. شما هم در شمار کسانی قرار بگیرید که می توانند بعد از فروپاشی ازدواجشان خیلی زود خودشان را جمع و جور کنند. خودتان را جمع و جور کنید. گردها را از خودتان بتکانید و از نو شروع کنید. منابع درونی خود را تقویت کنید. به استقبال چالش ها بروید. برای خود شبکه ای از دوستان و علایق درست کنید که از شما مانند یک پوشش حمایتی حراست کنند. 3. شبی را به اشک ریختن اختصاص دهید. آلبوم های قدیمی را نگاه کنید یا فیلم های گریه دار تماشا کنید و تا جایی که می توانید اشک بریزید. 4. به دوستانی که به شما لطف دارند اعتماد کنید. برای خود دوستان حقیقی پیدا کنید. از ملاقات با دوستانی که حالتان را خراب می کنن، خودداری ورزید. 5. با پرداختن به فعالیت های جدید حواستان را پرت کنید. شما در حال حاضر از فرصتی برخوردارید تا به جنبه های مورد بی توجهی قرار گرفته شخصیت خود توجه کنید. به کلاس های جدید بروید. در دوره هنر فرش بافی شرکت کنید. گزینه های شما می توانند بیش از اندازه زیاد و متنوع باشند. 6. فردیت خود را مورد تأکید قرار بدهید. لباسایی را که همسر سابقتان دوست نداشت بپوشید به این دلیل که او سلیقه خوبی نداشت. 7. شمهای عطری روشن کنید. فضایی خلق کنید که از آن لذت ببرید. 8. برای خود حیوان دست آموزی پیدا کنید. حیوانات دست آموز خانگی حواس شما را به خود جلب می کنند و می توانند معاشر خوبی برای شما باشند. اما مراقب باشید که در سالهای طولانی باید از این حیوان نگهداری کنید. 9. بار دیگر احساس آزاد خود را تجربه کنید. شما آزاد و تنها هستید و دنیا پر از فرصتهای مناسب است. به دنیا لبخند بزنید. 10. همه روزه به خود تایید مثبت بدهید. به خود بگویید من زنی دوست داشتنی هستم. خودم را به شکلی که هستم دوست دارم. من از قید گذشته ها خلاص شدم. بیاموزید که از معاشرت با خود لذت ببرید. برای خود برنامه بریزید. برای خودتان کتاب خوبی بخرید. برنامه ریزی از قبل بکنید. به کارهایتان سامان بدهید. زمان شما از آن شماست. می توانید از زندگی خود استفاده کنید. از جمله کارهایی که در شرایط مجرد بودن بهتر می توانید انجام دهید می توان به موارد زیر اشاره کرد. یک می توانید تا هر ساعتی که دوست دارید بیدار بمانید و کتاب بخوانید و کسی به خاطر روشنایی چراغ به شما قرولند نکند. دو، می توانید به نوار موسیقی یا سیدی مورد علاقه گوش دهید. سه، مجبور نیستید جراب های کسی به همسرتان را بشویید. چهار، می توانید به مهمانی مورد علاقه بروید و تا هر زمان که خواستید آنجا بمانید. پنج، دستشوی و همام تنها از آن شماست